دوستان عزیز این ما خیلی در مورد مسئله قرب و زندگی در غرب صحبت کردیم دلیلش اینه که متاسفانه این بلای بحث زندگی در غرب و از اختراع واژه فرنگ از دوران قاجار خدا لعنت کنه بخشی از این رجال قاجار رو که اونها این نون رو در دامن میهن ما گذاشتن و مطرح شد که آقا مثلا این شاهزادگان قجری بلند شدن برن در غرب تحصیل کنن که البته بیشتر می رفتن لفت و لیست میکردن اینا چون بالاخره جامعه ایران یه جامعه مذهبی بود اینا بلند میشدن میرفتن در غرب بیشتر مثلا در این کلوب ملوپ های شبانه دیگه اتفاقاتی دیگه داشتن و داستان های خودشون داشتن و دیگه لفت و های خودشون داشتن این پدیده زندگی در غرب از دوران قاجار نونی بود که در دامن ما اومد و واقعا باعث توهی کردن منبع انسانی ما بود خیلی جالبه الان هم وزیر کار وزیر کار بله فکر کنم وزیر کار یا رئیس اداره کار آلمان که حالا یک برنامه‌ای داریم کامل توضیح خواهیم داد اومده و مطرح کرده که آقا جان اگر ما 400 هزار پناهجوی دیگر نگیریم پناهچوی کاری پناهچویی که جوان باشه و قدرت کار داشت باشه نگیریم کلا اقتصاد آمریکا زمین میخوره چون دیگه نیروی کار ماهر نداریم و داستان‌های خودش رو داشته تازه گفته این 400 هزار تا رو می‌گیریم کنارش باید پناهجویی هم که گرفتیم آموزش بدیم وارد بازار کار کنیم حتی زنان هم تشویق کنیم که بیشتر کار کنن و اونا هم بیان وارد جذب خب این نشون میده که منبع انسانی در اروپا توهی شده اینکه اینا دارن مهاجر میپذیرن اینا قربت برم داستانه بسیار گسترده یه حداقل ما بعد از بیش از یک دهه زندگی در دنیای غرب خیلی مسائل و دوزاریامون افتاده دیگه داریم بالاخره در این دنیای غرب زندگی میکنیم کار میکنیم بالاخره مسئله مجبوریم بدونیم چه خبره وگرنه در شرایط دنیای امروز قورتت میدن والا ما حواسمون جمع کلامون رو صفر میگیریم باز کلی کلاهبردار اینا پیداشون میشه تو زندگی ما ما منظورم کلاهبرداری که تو خود دنیای غرب اصلا ایرانی نیستن من منظورم اینجاست اما ما در این حوزه برنامه زیاد داشتیم من تلاش میکنم از هر زاویه‌ای به این قضیه بپردازم که بتونم یک قدمی مثبت بردارم که نیروی انسانی از ایران خارج نشه ولی خب اینکه آقا میهن پرست باش رگ گردنت کلف باشه به خاطر میهنت به خاطر این نیا خارج که این که قربونت برم این مثلا شاید بتونید مشکلی که در جمهوری اسلامی هم هست اینه مثلا خودش به یک باور شیعه رسیده بعد خیال میکنه که هر چیزی رو از منظر شیعه بگه اوکی دیگه جامعه 85 میلیونی همه مثلا کاور میشن همه اوکی میشن همه, اوکی میشن. همه ساپورت میشن یا مثلا یکی مثل امید دانا است خب به ته داستان ملی گرایی رسیده دیگه حالا امید دانا مثلا تو ذهنش میگی خب اوکی من بیام همه چیز ملی بررسی کنم اوکی همه 85 میلیون بابا اصلا یه دست میگن گور بابای ایران حالا تو ملی گرایی تو برات ملیت مهمه اون یکی برای شیعه هرکی هر مشکل ما اینه که هر کدوم تو هر باوری که هستیم فقط فکر میکنیم از اون باور باید برای همین میگم خودم یک انسان استراتژیک هستم برای چی؟ برای که شما باید مسائل استراتژیک نگاه کنید. تا نمیتونی با یک فرم همه 85 میلیون رو حفظشون بکنی. بخشی از گسترده از مردم آقا منافع شخصیش آقا اصلا نه بحث شیعه است نه بحث ملی گرایی نه بحث این چیزاست. منافع شخصی برات مهمه یا نه؟ خب از این منظر من برنامه رو ساختم و این مقدمه رو دوست بگم تا برسیم به خانم رهنا پور. اول رهنا کیه؟ میشناسیدش؟ اینجا یه تصویری از خانم رعنا رحیمپور با همسر انگلیسی خودشون هست که تقریبا جای پدرشونه خدا بر همدیگه حفظشون کنه در یک رستوران در کنار مجری عربستان نشستن یعنی مجری فارسی زبان عربستان و کنارش هم این وسطی هم فکر کنم جز این مجری پجری ها باشه اینم که فرداد فرهزاده که ایشون هم مجری بخش سیاسی عربستان ایشون قسمت این آقایی که اینجا میری مجری بخش کارهای تنز رسانه ای سعودی ام هست و برای عربستان سال که داره کار میکنه خب این خانم با شوهرش مد نظر من هستن این دوتا عزیز بالاخره بعد از سالها که ایشون داره در انگلیس زندگی میکنه اینا در آخر یک سفر تفریحی رفتن یعنی چند تا سفر هم که داشتن سفر کاری بوده از طرف بی بی سی عیزان بلند شدن اومدن سوئیس تصاویری از سوئیس هم منتشر کردن که به نظر من این تصاویر خیلی حقایق برای ما نوشته ها و کپشن هایی که این خانم گذاشت در استوریش برای من منو برام جذابیت داشت دیدم که میشه بیایم از یک منظر یک تصویر واقعی از زندگی در غرب به ایزان و مخاطبانمون نشون بدیم دوستان همه اوکی هستن دیگه عقبیا به قول ابی حال میکنن خب حتی آقای پول دیگه میشناسیدش که میگه که قطارها گرون اینو من نمیگم رنا رحیم پور میگه قطارها گرون اما به شدت مدرن و تمیزه از وقتی سبت یونسکو شده شلوغ تر شده و بیشتر هم بهشون میرسن این صدای بوخ هم برای اینه که کسی روی ریل نباشه خب یک اشاره ای می میکنه به گران بودن قطارها حالا اینکه میگه قطارها گرون و مدرنه من میخواستم اینو برای شما ذهنتون بیارم داره با استاندارد های لندن و اروپا میگه که تمیز و مدرنه شما کافیست که برید در متروهای لندن در متروهای پاریس در متروهای آلمان در متروهای اینا متروهایی که من سوار شدم استوکهلم تا متوجه بشید که چرا ایشون داره به قطارهای روی زمین سوئیس میگه مدرن چون قطارهای روی زمین سوئیس هم تازه مثلا نزدیک 20 سال ساخته شده قطارها جدیدتره ولی قطارهای زیرزمینی ایشون داره با استانداردهای قطارها در این کشورها میگه یا داره با استاندارد متروها در این کشور میگه بسیار داغون مال زمانیه که هیتلر تازه جنگ جهانی اول تمام شده بوده سرجوخه دوم بوده گربان دوم بوده یه دست و پاشم اون موقع یه تیری خورده بود و اینا مال اون زمان قطارا به هر حال مال زمانی که هیتلر هنوز گربان دو بود و هنوز هم حزب نازی رو تشکیل نداده بود قطارایی که تو انگلیس و پاریس و ایناست اینه و ایشون چون اونا رو میبینه حالا مال سوئیس رو فکر میکنه نوه ولی اگر با استاندارد ایران بخوایم صحبت کنیم در بهترین حالتش توصیفی که ایشون از اون قطار میکنه مترو تهران میشه قطارهای ایران میشه یعنی مترو حداقل مترو ایران چون سیستم مترو ایران بسیار تمیز و مدرن نسبت به نرم های حداقل اروپا رو دارم عرض میکنم چون آمریکا کانادا که تقریبا میتونیم یه جورایی چیکو مجلسه بگیم مترو قطار مت، مترو نداره حداقل خیلی کم حالا ونکوور داره ولی اونجوری نیست سیستمش تو آمریکا مثلا لس آنجلس سیستم مترو نداره تا اونجایی که میدونم. حالا بعضی از ایالت های شرق آمریکا مثل نیویورک و واشنگتن بله اونجا ها مترو داره که البته داشتنش یه جورایی با نداشتنش خیلی اگه جرئت داری سوار مترو های نیویورک شدی دیگه برو تو ببین چه خبره بگذری خواستم واقعا اینو بگم بس اینجا داره اینجا اشاره میکنه قطارها خیلی گرونه تمیز بودنش هم خواستم براتون یک تصویری بدم در تصویر بعدی ایشون میگه برای 6 کیلومتر پیاده روی رسیدیم به ایستگاه قطار خب این یه نکته خیلی جالبیه 6 کیلومتر ایشون در یک جا پیاده روی کرده نه به خاطر اینکه میخواسته پیاده روی کنه دقت کن پیاده روی کرده که بخواد به مترو برسه خب چرا تاکسی نگرفته تا به مترو برسه اینا خیلی نکته مهمیه چرا الان فرض کن ایشون رفته مسافرت دوست داشته پیاده روی کنه ولی وقتی که شما کل استوریای ایشونو میخونی متوجه میشی ایشون نمیخواسته که با بودجه ای که درست کرده اومده سفر این بودجه بهش اجازه نمیداده که پول تاکسی بده چون تاکسی بسیار گرونه در کشورهای اروپایی اینجوری نیستش که حالا اون موقع در ایران اینجوری بود الان نمیدونم ایران چه جوریه ولی مثلا ما وای میسنیم سر هر خیابون دست تکون میدیم تاکسی تاکسی وایس سوار میشدیم و یه مقدار میبرد و یک مبلغ کمی رو میدادیم اصلا این خبرا نیست اصلا ما اصلا این همچین چیزی که وایس تو خیابون دست تکون سوار تاکسی اصلا فراموش کن در اروپا حتما باید اولا که باید زنگ بزنی اگه باشه زنگ بزنی تاکسی بیاد سوارت کنه و همه تاکسی ها دربسته تو خیابون هم اگر دیدی حالا بعضی از سر بعضی از چهار راه اینا وای همش در بسته همچین خبری نیست بسیار هم گرونه در حداقل میدونم در سوئیس و حالا اینجا خوشبختانه در اسپانیا ارزون تره خیلی ارزون تره ولی در حقیقت در سوئد و اینا خیلی گرونه در خود هم گرده. پس ایشون نمیخواسته با پولی که از بی بی سی میگیره که یک پول کمی من قبلا گفتم برای چنین مزدوری حقوق یک کارمند بی بی سی خیلی کمه و ایشون حالا تو این سفر اشاره به حقوقش میکنه برای من جالب شد دوست داشم اینا رو واقعا خیلی درس زندگیه کارم بدونه ایشون در استوری بعدیش خانم رهنا رحیمپور میزنه میگه و بالاخره خسته و له و لورده برگشتیم هتل این مسیر حالا بیچاره خودت که باز خود جوونتری بیچاره شوهرت که دیگه پا به سن زیادی هم گذاشه موی سپید کرده دهن اون چه سرویس شده میگه و بالاخره خسته و له و لورده برگشت این هتل این مسیر برگشت بود جاهایی که چمنه تو زمستون پیتس اسکیه البته همین چند ماه سبزه <تصفح> من سوئیس هم خیلی آب و هوایی بدی داره در یک استوری دیگه نوشته برای ناهار اینجا خیلی جالبه خانمه این خیلی نکته مهمیه برای ناهار تو هتل ساندویچ درست کردیم که هم ارزون تر بشه دقت کن ارزون تر بشه و هم معطل رستوران رفتن نشیم اینجا یک جا برای نشستن پیدا کردیم و ناهار خوردیم من خیلی خوشحال شدم از این اخلاق خانم رعنا رعیمپور خوشم آمد که حقیقت داره میگه و اون فق فروشی که چیزه رو بیان نمیکنه البته از یه ور دیگه اینا همیشه ببخشید کاسلیس دنیای غربن ولی خوشم اومد نمیخواست نمایش بازی کنه نگو ساندویچ درست کردیم برای اینکه سالم تره دو تا دلیل آورد گو ارزون تر بشه یعنی اینجا پس باز مشکل مالی رو بررسی میکنیم به عنوان کسی که ببخشید رنا رنگ پور یک عنصر ساده نیست ایشون یک خود فروخته و یک مزدور خبرنگار MI6 در بی بی من دارم به اون عیزانی که میخوان بیان خارج دارم این ندا رو میدم آقا دیگه از رن و پور هم میخوای دیگه درجات مزدوری رو بیشتر طی بکنی نه نمیتونی برای همین آقای سلطان پور و چندین یا فردار فرهزاد چندین مجری بی وقتی که چند صد یورو رسانه بی کلاس سعودی ها به نام سعودی نشنال بهشون پیشنهاد پول داد اینا از بی رفتن سعودی نشنال چون واقعا وضعیت مالیشون وضعیت مالی مثلا اون چیزی که فکر میکنید نیست واقعا سخت زندگی براشون و ایشون داره یکی ارزون رو بیان میکنه باید یکی معتل رستوران نشیم چون آقا خود رستوران هم معتلی های خودش داره واقعا هم معتلی های خودش داره مثل ایران نیست مثلا بری سر ساندویچ سری یا مثلا چلو کبابی درد پنج دقیقه غذا تو بده بعضی از رستوران ها سرویس میکنن آدمو تا نیم ساعت بعد بشین من یه مدت وقتی میرفتم رستوران غذا بگیرم براتون لایو میذاشتم دیگه یه لایف هم میشه سی چه دقیقه یعنی من چه دقیقه نشسته بودم آخرش به من چی بده یه اسپاگتی بده این هم شرایط رستوران است حالا نگه بکنین مشتری زیاد داشتن و نه کلا اصلا سیستم بود ایران خیلی متفاوته حالا باز اسپانیا خیلی بهتر از کشورهای شمال اروپا است به حال پس ایشون الان هزینه یک ساندویچ براش توی سفر در سوئیس هم برای حقوقش یه خود چیه دخیله یعنی مهمه براش به یه کارمند بی بی سی اینا دیگه حرفای امید داینا نیست اینا رو از اینجاها شما میتونید یک تصویر واقعی از دنیای غرب داشته باشید در تصویر بعدی ایشون نوشته که اومده نشسته انقدر که پیاده رفته چون پول تاکسی نمیخواستن بدن نمیگم نداشتن بودجه که تعیین کرده بودن نمیتونستن پول تاکسی بدن برای همین با قطار میخواستن این ورون برم و برم برای همین که به ایستگاه قطار برسه کلی پیاده روی کرده میگه فعلا برم یک مسکن بخورم بخوابم تا فردا ببینم از این مچپا پا چی باقی مونده دقت کن تو رفتی سفر حال کنی لاکچری کنی به قول معروف ولی این سفر میگه این سفری سختیه دیگه وقتی تو پول تاکسی دست و دلت بلرزه بودجه که داری اینا داستان اینجوری حالا مثلا من که دیگه یه زمانی بود تو حالا تو اینستاگرام ما هم همه رو بستن ما الان این اینستاگرامی که الان دستم اینستاگرامی فکر کنم 25 ام شیشا به منه 25 تا الان اینستاگرام از من مثلا مثلا من سفر اروپا ما تا قبل از کرونا که خب خیلی می‌رفتیم، یا سفرهای گسترده ای که داشتیم و برای همه بچه ها فیلم می گرفتم، میذاشتم دیگه من تا پام می‌رسید فرودگاه قشنگ یه دونه ماشین کرایه میکردم بولا میشدم میرفتم هفت شهر اون کشور رو میدیدم اینا یعنی هیچ وقت اصلا تو کشوری که رفتم البته برای تجربه خودم دوست داشتم سوار متروشم این کارم کردم ولی عمر همیشه ماشین همراهم هم بوده به جز مثلا لندن که میترسیدیم چون خاک تو سر این انگلیسی ها همه چیزشون برعکسه تمام خیابونا برعکس مثلا ما گیت شده بودیم چون اینا سمت در حقیقت چپ ماشین میشینن و هر روی یک تصویر دیگه ایشون میده و این تصویر خیلی جالبه چون میخواستم برگردن لندن مجبور بودن که تست کرونا بگیرن میگه ما تست کووید هم دادیم که برای برگشت به انگلیس اجباریه و برای دو نفر شد 139 فرانک من نمیدونستم هنوز سوئیس فرانک می میگم یورو هستش حالا من نمیدونم فرانک چقدر میشه ولی حتما خیلی زیاده میگه رسما دور از سرمون بلند شد تازه احتمالاً اصلاً نه حالا 139 فرانک احتمالا بشه نه 150 یورو نمیدونم واقعا چون اصلا بر من جالب بود هر روز یه چیزی یاد میگیره من فکر میکردم واقعا در سوئیس واحد پول یورو هست جایی که میدونستم میگه رسما دود از سرمون بلند شد تازه نه تست پی یا تست آنتیژن که در فرانسه نفری 25 یورو بود و در انگلیس رایگان میگه تازه این این تست ها هم نداریم یه تست کوید معمولی داری دوستان میگن میشه 130 یورو و الان سی یورو فقط برای تست مثلا چیز داره خب واقعا سی یورو برای یک تست گرونه و میگه دود از سرمون بلند شد دقت کن حالا در جایی خیلی جالب بود یه فردی رفته ازش پرسیده که یعنی حقوق بی بی سی در حدی نیست که اصلا به رستوران غذا و تست مثلا کرونا توجه نکنید اینو از روی تعجب پرسیدم نه اینکه فکر کنید حالت بدی پرسیدم چون فکر میکردم کارمند بی بی سی خیلی پول دارن و پاسخ خانم رعنا رحیم پور یک پاسخی است که من قبلا تو برنامه ها بهتون داده بودم خانم رعنا رحیم پور میگه که نه حقوق بی بی سی یک حقوق کارمندی معمولیه میگه که نه حقوق میگه که نه نقطه میزنه میگه حقوق بی بی, بی سی که همین نقطه خیلی مهمه حواسم نبود نقطه میگه نه حقوق بی بی سی یک حقوق کارمندی معمولیه حقوق کارمندی معمولی در بریتانیا یعنی 2000 پونده پس من تا الان میگفتم برای اینا نوشابه باز میکردم میگفتم شما حداقل 3500 پوند دیگه بالاخره به خاطر این صد از مزدوری تو میدن با توجه به مدل سفری که ایشون رفت ایشون حقوق کارمندیش در نهایتا دو هزار پونده نهایتا دو هزار پونده میگه که یک حقوق کارمندی معمولیه که با توجه به هزینه بالای زندگی در لندن خصوصا خرج مسکن رقم بالایی محسوب نمیشه 2000 پوند اصلا شوخیه برای کسی که داره توی بی بی سی کار میکنه یعنی خانم رهنا رحیم پور شما که شوهرتون حالا یه جای جای پدرتون هم هستن ایشون که برای یک بار شرکت انگلیسی کار میکنه یعنی این همه اومده در ایران و اینا حالا مزدوری های اقتصادی خودشونو داشتن اینا که اون اینجوری یعنی ایشون هم پس یک حقوق کارمندی معمولی میگرفته یعنی شما و شوهرتون رو هم دیگه نهایتا چقدر میگیرید دو تای تون رو همدیگه این چیزی که نوع سفری که شما داشتید و با تجربه سفری که داشتم دو چهار تا تا میکنم شما و شوهرتون شوهر شعرت گرامیتون در حقیقت ۳ 500۴ ه پوند دو تاایی تون رو همدیگه پول در میارید حالا چقدرشو مالیات می دیه نمیاد می تهش براتون همین سه هزار پوند بمونه دیگه زن و شوهری ه 500 پوند فکر میکن مدل سفرتون اینجوری به من نشونو میده. که خب ببینید این حقیقت داستانه یعنی دو تا حقیقت در این سفر این خانم بود یکی اینکه ایشون رفته تست کرونا داده خیلی جالبه بدونی کسانی که واکسن زده باشن نیاز ندارن تست کرونا بدن خب از یک نکته وقتی که ایشون در بی بی سی میشینه خانم رعنا رعیمپور به شما بینندگان عزیز یه جورایی القا میکنه که آقا برید واکسن آمریکایی رو بخرید خامنه ای جلوی مجری بود دیگه میپرسید آقای خامنه ای که الان هم حرفای آقای خامنه ای ثابت شد همه تو شک رفتن حالا تو بخش خودش صحبت میکنید آقای خامنه ای گفت آقا واکسن آمریکایی انگلیسی نمیخریم ما به انگلیسی اطمینان نداریم خب همین خانم برنامه هایی که اجرا میکرد جوری سوال طراحی میکرد که آقای خامنه ای رو بکوبه خانم رهنا رحیم پور آقای خامنه ای به عنوان یک آخوندی که رهبر ایرانه و میدونه انگلیس باش دشمنه حق داره اطمینانی به واکسن انگلیسی نداشته باشه پرسشم اینجا از شما اینه شما چرا به واکسن انگلیسی اطمینان ندارید من بهتون گفتم خیلی جالب بود یه سری دشمنامو شروع کرده بودن امید واکسن زده زده قبل ها من که نگاه هم مشخصه که نزنم البته در نهایت مجبور میشم بزنم مهمم نیست دیگه چون مجبورم سفر برم اینا چند تا سفر در پیش دارم من مجبورم واکسن بزنم ولی تا این لحظه نزدم ولی نکته ای که جالب اینه که کارمند بی بی سی که مبلغ واکسن انگلیسیه ایشون هم نزده این یک چیزیه ببینن نکته بینیه ایشون به عنوان کارمند بی بی سی واکسن نزده مجبوره توی سفر تست بده نکته دوم اینه میگه من حقوق عادی دارم میگیرم و داره حقیقت رو بهت میگه آقا حالا تصور کن تو یعنی الان از ایران میخوای بیای توی لندن ببین منو با خودت مقایسه نکن من یک موجود استثنایی ام که در صد سال پدیده رسانه اگر از من یکی دیگه بود خیلی اتفاقات تو تاریخ میافتاد میخوای بکن الان برای خودم نوشابه باز کردم باز نکردم هر چی میخوای فکر کنی فکر کن اتفاقا اینم نگفتم که خودم تعریف کنم رک بهت بگم من چهار پنج تا تختم کمه <applause> برای که با شرایط زندگی که دارم خدا موقعیتی که بهم داده واقعا حماقت میکنم دارم این برنامه رو اجرا میکنم که برای جونم تو خطره من واقعا چهار پنج تا تختم کمه اینم نگفتم که بخوام از خودم تعریف کنم ولی اگر میخوای بگی خودت پچه رو اونجا موفق شدی من یه استثنام یادت باشه ولی استثنای امید دانا رو بذار کنار که من داستانم اصلا من تافته جدا بافتم سوال کن از خوده از رعنا رهیمپور میخوای شاختر باشی از رعنا رحیمپور ببین در تمام این سالهایی که من رعنا رحیمپور رو میشناسم این جزء شاید دومین سفر تفریحیش باشه اونم اینجوری که ساندویچ خودش درست کرده که ارزونتر در بیاد دو تا دلیل آورد دیگه ارزونتر در بیار معطل رستار نشیم و در بحث رس... ارزون ارزونتر رو دلیل اول آورده یعنی دلیل اصلیش این بوده که خورد و خوراکش تو اون روز ارزونتر بشه کیلومترها را رفته برای اینکه پول تاکسی نده حتی ماشین نگرفته توی سوئیس ماشین کرایه نکرده چون کرایه کردن یک ماشین برای ده روز یه چیزی نزدیک روزی در حقیقت بله کلا برای ده روز نزدیک 300 400 یورو میشه برای ده روز ماشین حالا شما بسگیر چه ماشینی بگیرید نهایتا دیگه 400 450 یورو نهایتا دیگه ماشین خیلی خوبی که بگیرید یعنی ایشون چون من ماشینهایی که میگرفتم در اروپا برای ده روز 450 اینا همیشه پول میدادم 300 تا میدادم حتی و ایشون برای 300 الا 400 یورو نخواست تا ماشین بگیری که نیاز به تاکسی نباشه چون تو ماشینم بگیره دیگه بحث بنزینش هم هست دیگه توی 10 روز نزدیک مثلا فکر میکنم باید یه چیزی نزدیک 100 یورو 150 یورو هم بنزین بزنی چون اگه بخوای همش دائم شهرهای مختلف رو بری خب این شرط یه کارمند بی بی سیه شرط اقتصادیشه حالا تو ببین کلات کجاست دیگه پس مرکه است میخوای پاشی بیای آخه به من میگه آقا رفتیم اونور بر... اونجا همه حال میکن بابا کارمند بی بی سیش اینجوری داره حال میکنه با سیلی داره صورت خوش سرخ میکنه حالا کجا رفته کجا رفته سوئیس چند تا عکس خوشگل هم انداخته بالاخره عکس دیگه دیگه الان فیلترهای مختلف هم تو اینستاگرام میتونی برای هر عکسی بذاری من به زرس قاطبت میگم هیچ ایرانی ببین دقت کن حرفم سنگینه هیچ ایرانی که در سوئیس راضی از زندگیش در سوئیس نیست درس قاطعت میگم هفتاد درصد ایرانیایی که دارم تو سوئیس زندگی میکنن به خاطر دو سه دلیل مشخص یکی اینکه این کشور سه چهار تا زبون داره یعنی شما از هر شهری بری یه شهر دیگه یه زبون دیگه داره سه تا زبون اونجا جاریه که یکی از مشکلات سوئیسه مشکل دیگه سیستمشه یک سیستم خیلی سردیه سیستم راسیستیه سیستم نژاد ستیزیه تقریبا و یکی بحث اقلیمشه شرط آب و هواییشه 70 درصد ایرانیا در کشور سوئیس اولا 100 درصد ایرانیا که دوست ندارن سوئیس زندگی کنن اینو من بهت بگم هر کدوم میگن دوست داریم دروغ میگن دارن خودشونو فریب میدن من دارم به در نظر روانشناسی میگم 70 درصدشون همین الان دست به نق دارن قرص روان قرص های چیز میخورن کمکی که به روانشون بشه قرص های راحتی اعصاب و آرام بخش و اینجور چیزا میخورن 70 درصدشون قرصی شدن اینا زرس قاطع دارم بهت میگم و اینجا از ایزان خواهش میگم اونه که هوادار من هست من عددی نیستم هوادار داشته باشم جدی بهت میگم سلبریتی که نیستم هوادار داشته اما اونایی که حامی منن خب شهادت شما الان برای من مهم نیست عیزانی که از من متنفرید و ساکن سوئیس هستید عیزانی که برانداز هستید و ساکن سوئیس هستید تو خلوت خودتون وجدانم هم ببین راست میگم یا نه حامیان که خب الان چش بسته بگم میگن آقا راست میگی من سوئیس زندگی میکنم حق داری حامیان که دفاعشون که الان اینجا ارزشی نداره مخالفین این برنامه های در مورد سوئیس دقیق زدم وسط هدف یا نه این اون دلیلیه که با من مخالفه میدونی چرا چون وقتی من چکش رو میدارم به سر میخ بزنم کج و کله نمیزنم دقیقا میزنم به کانون میخ دقیقا میخ میزنم قشنگ میره توی داستان سیبل داستان رو همیشه نشونه میگیرم برای همین هر از من در میاد میگه ای با این پدر سوخته کجا میدونست ما الان 70 درصد ما ایرانیا دارن قرص میخوان 100 درصدمون ناراضی خدا این امید بی شرف فلان فلان شده مزدور جمهوری اسلامی هزار کاره یه دیگه این چیزا به من میگن دیگه این واقعا داره دقیق میگه در مورد ما تو خلوت خودش میگه این حتی رفته سوئیس از لندن بلند شده رفته سوئیس اونم با این شرایط حالا اگر میخوای بیای توی دنیای غرب البته خوش میکنم نه یا جای منو تنگ میکنی حتما جای منو تنگ میکنی فرش قرمز هم برات انداختن پاشو بیا ببینم تا از خانم رهنا رحیم پور هم میخوای رهنا رحیم پور تر بشی از ایشون هم میخوای مزدور خبرنگار تر بشی البته همه زندگیشون مثل کارمندان بی بی سی زندگی های گنجشکواری نیست خیلی موفق شدن اتفاقا همه اون موفقه امروز در جپه فکری ما اما کلیت داستان اینه یه مختصات جدی در مورد زندگی در دنیای قبل داشته باش بالاخره بعد تو یک نفر رو چیز کنی میگه آقا بر اساس اون معیار من که رو نکردم در آمده از کجاست منه که نمیتونی بر اساس معیار چیز بذاری که مثلا بگی آقا بر اساس مختصات امید من الان اندازه گیری کنم برم دنیای قبل چی کارشم شما بس کی الان بذارید توی کانون خانم رعنا رعیمپور به عنوان کارمند رسمی دولتی بی بی سی ایشونو بذار به عنوان مختصاتت که شغلش مشخصه حقوقش الان داره بیان میکنه کار زندگیش مشخصتر از من نسبت به من چون خودم همه قضایامو فقط برای بخش مالیاتی در اسپانیا و سوئد رو میکنم و البته دو جام که کار میکنیم برای بیزنس همون در آلمان و کانادا فقط برای بخش مالیاتی در این تا کشور مسائل خودم رو میکنم میگه وظیفه ندارم برای کسی دیگه رو کنم بخاطر که دشمن زیاده. ولی خانم رهنا رحیم که الان مسئلهش مشخصه ایشونو به به عنوان مختصات اندازه‌گیری اندازه گیرید ببین که عمری دنیای غرب جایگاه چیه عاشقتونم شب روزگار خوش همتون به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم این برنامه برنامه مفیدی باشه تلاش میکنم با زاویه دیر خاصی که دارم و با یک نگاه تازه تر شما عیزان رو با مسائل آشنا کنم اینجا به را این پول بگم اتفاقا این برنامه رو نساختم تخریبت کنم از شما استفاده کنم که زندگی خیلی از جوان ها رو نجات بدم در ایران که خودشون رو مثل شما دیگه نیارن تو خارج چون من میرم سخته برای شما اینکه تو داری به کشورت خیانت میکنی خودت هم مطمئنا خودت راضی نیستی ته موفقیتت اینه با یه آقایی که دو برابر سنت سن داره رفتی به عنوان یه انگلیسی ازدواج کردی که اقامت انگلیس رو بگیری تهش هم شدی کارمند بی بی سی کشورت رو باید بفروشی برای یه حقوق به قول خودت معمولی کارمندی واقعا برای این یاد اون سکانس سریا فیلم اخراجی ها میفتم که سیگارا رو این آقای هاشمی پرت میکنه واقعا برای این واقعا فقط الان هم نخواستم شما رو واقعا دمت کم که اینا رو گذاشتی شما را اومدم و شما درس عبرت خیلی از جوان هستید خانم رهن و بود اینا تازه موفق های جریان مخالف ایران در خارج هن بقیه شونو ببینید. رو ببینید عاشقتونم شب روزگار خوش دمتون گرم من فکر کنم از سردار رسانه بعد من تبدیل کنم به سردار جنگ روانی قربتون برم بدرود